خوش آمدین. در همین ابتدای برنامه اشاره بکنم که اگر سوالی دارین در خصوص موضوع انتخاب شده برنامه امروز میتونید با ما در ارتباط باشین با شماره تماس 020-25-11-560. همکاران ما هستن، سوالات شما رو میگیرن و انشاءالله با دکتر صاحب زرغون مهدی به اشتراک خواهیم گذاشت. عرض سلام داریم خدمت شما دکتر صاحب، خیلی خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد به نام الله ایمنان ما هم عرض ادب بر ادای احترام حضور شما وجی موفق برنامه و دوستایی که در رقب پرده فعالیت دارن و فامیلایی که بیننده برنامه خود هستن، صد عافیت همه شما رو آرزو دارم. زنده باشین. ما هم برای شما آرزوی سلامتی داریم و خسته نباشید میگیم بابت گذاشتن یک هفته کاری برای شما و آخر هفته در خدمت شما هستیم. ناباروری در مردان موضوع انتخاب شده برنامه امروز هست. اگر شما موافق باشیم در خصوص علت ها صحبت بکنیم. وقتی که من قبل از اینکه در برنامه بیم میکسر زده بودم، بعضی علت ها گفته بودن علت هایی هست که در واقع میتونم بگم مادرزادی هست در وجود افراد، اما بعضی از علت ها بر اساس اون سبک زندگی که افراد انتخاب میکنن پیدا میشن. میخواییم علت های ناباروری در مردان از شما بشنیم. بسیار خوب. همونطور که در جلسه یک هفته قبل گفتیم که فیصدی زیاد تقریبا 50-55% مربوط خانوما میشه و تقریبا 30-35% ناباروری یا بیاولادی مربوط آقایان میشه. و البته چیز مهمی که در مثلا مطرح هست موضوع اسپرم یا امونطفه یا سیمین یک آقا می باشه که نرمال هزی البته وقت که اسپرموگرام میشه یا معاینات لابراتوری میشه این باید تا 60 تا 160 میلیون باشه. اگر مقدار از این هزینه مثلا کمتر باشه هم قابل علاج است، همون بعضن امکان داره که همین مقدارش به بسیار پایان باشه که اولیگو میگن یا متوسط باشه که تقریبا به قابل تداوی یا نرمال می باشه. این از نظر مقدار است. دیگه از نظر فعالیت هزی، چون فعالیت هزی امی خود اسپرم یک ساختمان تقریبا کرمانند داره که سر داره، دم داره و جسم داره که هی هم نرمال بودن هزی که امی قسمت های وجود امی اسپرم باید نرمال باشه که هم باید اقلن 60-100% باشه یا 80% باید نرمال باشه. نگاه مورفولوژی میگن دیگه، نگاه ساختمان دیگه. فعالیت هزی که قبلا گفتیم هی هم باید اقلن 80% باشه تا که یک خانم بارور شود. و از سوی دیگه باید بگویم که اینا باید WBC میگن یا بعض عفونت های میگن یا بعض چرک هایی که میباشه هزی هم باید موجود نباشه. اینی از یک شکل نرمال هزی. و اگر هی مقدار تا از 20-50% هم باشه میشه قابل تداوی است و تداوی میشه. اگر از او پایان باشه به یک شکل میشه که همون اسپرم شستشو میشه به شکل یوآی یا ایویهف به خانم تطبیق میشه هم خوبه. اما متاسفانه بعض وقت این بیهی از این مقدار هم پایان میباشه حتی به صفر میباشه کیره به نام هزی اسپرم میگه. اینو لهی علت هایی می داشته باشه، فرموده شما یا به شکل کسبی می باشه یا به شکل مادرزادی می باشه. به شکل مادرزادیش همون مسئله کروموزومایی می باشه یا ای که امکان داره همی اسپرم تولید شوه در مجرا تولید شوه همه روی برامده نداشته باشه کیر انسدودی می گن. درست. اما یا امکان داره هیچ تولید نشه دیگه از این سبب بیره هز اسپرم یا زیرو می گن. یا ای که اگر بعض مسائل دیگه است که امکان داره یک شخص در ابتدا نرمال باشه بعدن به شکل ثانوی این بعض مشکلات های پیدا میکنه که می کانت یا مقدار اسپرم کم میشه. عبارت از امراض میکروبیست. درست. وریکوسل میگن که می اقسم رگ ها یا شریان ورید همون های بسیار پوندیدگی می داشته باشن. بعضا به شکل هورمونی
هورمونای هزی کم می باشه که امو گونوتروپینا یا تستوسترون که مسئول تولید امی مثلا است، مسئول فعالیت امی مثلا است، امی کم میشه، از سبب میشه که مقدار از کم شه. این بعض دلایل داره که کم میشه یا مروض به بعضی چیزا میشه. مثلا یک شخص است نظر به بعض مشکلات هایی که می داشته باشه، بعض داروها را استفاده میکنه که از اون جمله دوای هورمونی می باشه یا دوای آنتیبیوتیکای بسیار قوی می باشه یا کورتیزون می باشه به خاطر دردای بسیار شدیدی که می داشته باشه، این استفاده میکنه، امکان داری مثلا اسپرم پایان بره. یا ارتباط میگیره به فعالیت های کاریشان. مثلا یک کس است که در سنترهایی که اکسری است، شای هکس موجود می باشه، البته فکر کنم که دقتات عسکری هم بعض از امی شاها هست، بعض از امی سلاحهایی که ساخته میشه از این مواد هم داشته باشه، که البته دقیق معلومات ندارم، مقصد در اینا هم دیده میشه و در طبابت هم کسایی که مسلک طب اکسری را دارن هم میشه که در اونجا کار کنن و اینا مقدار کاونت اسپرمشان پایان میه. یا بعض آقایان هستن که در بعض فابریکاهایی که تولید مواد کیمیایی در اونجا کار گرفته میشه و بعض ما مثلا مواد شوین دست و بعض صابون و بعض شامپو و بعض چیزاست که بسیار یکان تیزاب ها و قلمی های بسیار زیاد استفاده میکنن که هم امکان داره که مسئله سبب شد. بعضا نظر به ضرورت اینا مثلا تروما میگن یا ضربه خوردگی های در سر افتادن اکسیدن یا چیزه همین مسئله پیدا میشه. بعضی جراحی هایی که در مصاحه می باشن نظر به موجودیت بعض بندش ها یا سنگ هایی که در مونایه می باشه یا تومور هایی کتله هایی که می باشه که عملیات های صورت می گیرن یا مثلا نمیچاره که بسیار بعضن بسیار عادی می گیرن، این هم میشه که سبب این مسئله به شکل ثانوی شه. دیگه بعضن امکان داره که دخانیات یا الکل البته بعضی چیزهایی که بعض استفاده میکنن. چیزی مهم که شما قبلا اشاره داشتین کار کردن در محیط بسیار گرم، مثلا دریورای سن که موترهای باربری دارن از فاصله بسیار زیاد حرکت میکنن، اونا محیطشان بسیار گرم میباشد، این مسئله رو سبب میشن. یا بعضا به شکل به اصطلاح شوقی دیگه یا به حساب تفریحی در بعض امامای سونا و جکوزی و بعضی ها بسیار دیر وقت خواهد تیر میکنن، این مسئله هم میشه. دیگه بعضی کسایی هستن که بسیار وزن آهسته آهسته وزن از اینا زیاد میشه، چربی وجود از اینا بسیار بلند میره، این هم میشه که سببی چه. یا بعضی کسایی هست که سپورت های بسیار ثقیل میکنن، البته هر ورزش از خود یک نور نارن، این بعضی کسا از امو اضافه تر کار میکنن، بیشتر فشار میکنن، با در پالوش یه وز غذای طبیعی بینن میرن بعض پروتین هست. این مسئله است که دیده شده که این مسئله سبب کم شدن اسپن میشه. بسیار خوب. مسئله کم تحرکی با توجه بالا شیوه کار یا شیوه زندگی که امروز هم مرسوم هست میتونه تاثیر گذار باشه بر ناباروری؟ بله، به خاطر که کس که تحرکش کم باشه ضرور هی زیادتر نشست همی باشه، امین نوعی صفحه از اینا زیادتر در قسمت به تماس می باشه، نه زیر فشار می باشه، جریان خون در مونایه کم می شه و در پلوشی خواب بسیار چاق می شه و زیاد می گیره، حتما غذای خوب هم استفاده می کنه،
این هم سبب این مسئله شده، میتونه کم ترکی باز علتش نمیست که باز یکی از علت چاخی کم ترکیست باز سبب از میشه. یک موضوع اشاره کردین ضعف جسمانی در مردان هم میتونیم علتی بر ناباروری بدانیم؟ بله، ضعف جسمانی بازم که مثلا فراموش میشد، مسائل اقتصادی و اجتماعی و روحی هم رول داره. اگر سطح اقتصاد پایان باشه اینا کار اضافه تر سخیل میکنن و اینمیست که مواد غذایی درست بر از اینا نمیرسن، مواد که ضرور باشه مثلا ویتامین و پروتئین و بعضی چیزا که بهشان نمیرسه، هم سبب کمبود اسپرم شده میتونه. افزایش سن ما برای بانوان اشاره کردیم که یک سن متعادل بین 18 تا 35 سال اگر اشتباه نکنم شما اشاره کردین، برای مردان هم همچین محدوده سنی وجود داره؟ البته خطر که در خانم ها سن رول داره باز مردان نمیداشه باشه، بسیار کم است که اگر یک آخایی که سالم باشه در سنهای 30 و 40 تا سن 70 هم وقتی که چک شده خوب بوده، اما بازم ارتباط میگیرن نظر به مو افزسه خودشان و مراقبت شخصی خودشان که چقدر شخص میتونه خود از عفونتان نگاه کنه، از بعض داروهای نگاه کنه، از بعض غذاها استفاده نکنه، اینا وجودشان سالم باشن، حتی تا 70 سالگی هم سالم بودن از این نگاه. در بین این علت هایی که اشاره کردین ما میتونیم بگیم بعضی از عوامل خطرساز هستن، یعنی بعضی از علائم میتونه خطرساز باشه برای مردان؟ بله، مثلا بسیار مسئله عادی خان یک بخوا هست سوزش ادرار پیدا میکنه یا سوزاک است، این شاید بسیار جدی نگیرن، این می سوزاک حامل از این حتما یک حامل میکروبی شاید گونوکوک باشه، شاید کدام باکتریای دیگه باشه، ای کولی باشه، این در مو ساحه جوگزین میشه. جوگزین شدن هزی چون هر میکروب یا هنتان که هست جسم زنده است، به تغذیه و تولد تناسل زندگی خود پیش میبر، پس از اون ساحت تغذیه میکنه و خود اسپرم هم اون سایی که اسپرم تولید میکنه بسیار خوب مواد پروتئینی داره و حرارت بسیار خوب هم داره، در اون نایک وقت رشد که سبب تولید زخم و سبب کم شدن اسپرم میشه، یعنی می هم خطر ساز. دیگه بعض مسائل است که خطر حیاتی هم داره، مثلا یک شخص است که یا اکسیدن میکنه یا از جای مفته یا ضربه میخوره همون نایه تردید میبینه، خب با عمل جراحی یا ای که شاید خود تداوی نکنه امکان داره سبب بندش مجرای ادرار و اسپرم شود، در اینجاست که یک ساحه التهابی میشه، اینمی بند شدن ادرار و اسپرمی ها میشتانه که سر کلیه و مثانه فشار به و حتی خدای نخصه سبب مرگ هم شده میده. یعنی اشاره به این هست که بعضی بیماری های دیگری هم میتونه باعث ناباروری مرد شد، مثلا عفونت در گرده ها؟ بله، امی که کلیه ها عفونت پیدا کرد خصوصا بعض میکروب ها، این از طریق مجرای احلیل، مجرای آلب به مثانه، از مثانه به احلیل میاد، احلیل جاییست که هم اسپرم از عبور میکنه و هم ادرار، از سبب ساحه منتن میشه که سبب این مسئله شد. دیگه از جمله میکروبی امراض انتانی که سبب میشه هپاتیت ها یا زردی ها میباشه، این وقت که یک شخص ما خود دیدیم که HBS هست، HCVS یا زردی، من هم زردی های سیاه و زردی و سفید و زردی زردی بیا پا، این خودش سبب بیشتیوی میشه، وجود مقاومت شد پایان میکنه، این پایین شدن مقاومت سبب این مسئله شده میتونه. درست، بسیار خوب. در مورد علائم صحبت بکنم دکتر صاحب، معمولا این مسائل بعد از ازدواج خیلی مشکل ساز هست. بله، چه برای خانم چه برای آقا که بعد از ازدواج درک بکنه که مشکل ناباروری داره یا این ناباروریش قابل درمان نیست. شخصی قبل از ازدواج میتونه تشخیص بده پیش خودش که دچار همچین مشکلی هست یا شک بکنه به یکی که ممکن هست مسئله باروری برش مشکل ساز شد؟
البته متاسفانه که بعض عروض حلایم خاص در صورت که اسپرم کم باشه اوقدر قابل تشخیص نمی باشه. خان یک شخص است از نظر وجود بسیار سالم است. البته در حساب مقاربت هم کدام مشکل نمی داشته باشه. اما وقتی که کانت یا اسپرم میشه اسپرم گرام میکنیم بسیار پایان می باشه. که این اکثرا به شکل کسبی در اینو دیده میشه. اما بعض حالت ها هم قابل تشخیص است. مثلا یک آخه است که پسر بچه است که در دوران نموست دیده میشه که اینو قسمت باید موهای اضافی در قسمت ریش و قسمت صندوق سینه و زیر قول و نوعی تنسلی از یا پایه از یا باید موها رشد کنه که درشتر باشه. بعضاً این مویا بسیار نازک می باشه، بسیار کم می باشه و برخلاف که می بینی که یکان پسرهای هستن که وجودشان باید بعد از سن 14 و 15 اساس و عضلاتشان همتون قوی و درشت و دبل شد، بعض از این همتون نازک می مانه و حواظ از اینا تغییر باید بکنه به شکل آواز مردانی غور باید شد. برخلاف اینا آوازشان نازک مثل آواز خانم آور می باشه. درست. و موی سر از اینا برخلاف که ریششان کم می باشه موی سر باز قوی تر و خوبتر می شه. اینمی یک حلامی است که امکان داره در اینا هورمون مردانه کم باشه. از این سبب یک تشخیص شده میتونه که شاید مادر ذاتی باشه، شاید کروموزومی باشه، شاید دمی طول دوران نوجوانی و خوردی بعض دوارا نظر به مجبوریت یا نظر به بعض امراض استفاده که باشه. اینه تو مثلا میتونه که فهمیده شده که اسپرم از اینا کم است. درست. تشکر میکنم شما دکتر صاحب. تشکر میکنم از همراهی شما. خوبان شاهد بخش بعدی برنامه باشین. انشاءالله در بخش دوم در کنار شما هستیم. همراه کننده برنامه روی خط زندگی هستن. در خصوص ناباروری در مردان صحبت میکردیم، علتها، علایم و او علایم خطرسازم اشاره کردیم. اگر شما هم سوالی دارین شماره تماس 020-25-11-560 در خدمت شما هست، میتونین با ما در ارتباط باشین. دکتر صاحب یک موضوع رو عنوان کردین، عفونتها در مردان. بله. اگر موافق باشین موضوع یکم باز بکنیم که چگونه مردان میتونن تشخیص بدن که دچار عفونت یا چرک هستن. البته یک نوع انتانات است که مربوط جهاز بولی و تناسلی میشه که مربوط کلیه ها، حالب، احلیل و خود مثانه. درست. اما بعضن صفنیو، اما بعض انتانات است که از خارج از دستگاه تناسلی هم امکان داره. یکی بعض اشخاص هم منتن شد. یکی بعض هنتانات است که به نام هنتانات مقاربتی میگن یا سکشوال ترانسمیت دیزیز، یعنی که از وقتی که یک آخو با یک خانم به تماس میشه و هو امو خانمی که به تماس میشه هم مکروبی می و منتر می باشه. این سبب سرایت به یقا می شه که یک عنوان بسیار کنون است که اکثرا خواهی ها از پارتنر جنسی خود هم می تانن مکروب بگیرن، خصوصا کسایی که بسیار افراطی می باشن بدون از اینکه این مسئله رو فکر کنن کمی کسی که با ایشان به تماس هست اینا سالم هستن. یعنی مثلا چیزی که زیاد رایج بخواد باز خوشبختانه که میکروب شیو نکرد امی ایت یا ایچ آیوی بوده که هم از امی طریق انتقال کردن. بعض زردی ها هم انتقال میکنن، بعض گونوکوک یا گونوریا که سوزاک های بسیار شدید است هم انتقال میکنن، بعض تبخال های جاز تناسلی هم
از یکی بدن که انتقال میکنه شانکر یا سفلیس که بسیار یک مرض خطرناک است، این هم میشه سبب نوباروری شوه، سبب تخریب وجود شوه و سبب تخریب اسپرم شوه. که انتانات مخاربتی میگن که در صورت که البته بعض کسا در این مسئله احتیاط نداشته باشن و حفظ صحیح خودم مراد نکنن، در اونها زیادتر دیده میشه. همینجای اگه اشاره داشته باشیم دکتر سه، در صورتی که بدانن مردی که خانمش دچار عفونت هست، مراقبت ایمن یا رابطه ایمن به زمینه چی میتونم باشه؟ اول قبل از اینکه اینو باید پیش دکتر مراجعه کنن، میتونن بیترین روش است از کاندم یا پوش استفاده کنن. این بسیار خوب است که یعنی مخاربت ها بسیار سیف می باشه که بدگه انتقال نمی کنن. اما بعض کسا بدون از این که امی مثلا امی انتانات یا میکروب ها پاک شوند، اینا خانه حولات می باشن، از این سبب این مسئله را استفاده نمی کنن. اونی میست که هم صاحب حولات نمی شن، هم از دو طرف منتن می شن. و با تداوی بسیار ساده اینا علاج میشن. 7 تا 14 روز آنتیبیوتیک مربوطه گرفته میشه. البته قبل از اینکه برای اینا دوا تجویز شوه، از خانم یا آقا یک سمپل یا نمونه گرفته میشه، یا ادرار است یا افرازات وجن خانم، ای کشت میشه، در کشت آنتیبیوتیک میشه، میکروب مشخص میشه، آنتی بیوتیک مشخص میشه، هر دو طرف به شکل اشتراکی که او را استفاده کنن 7 تا 14 روز هر دوشون انسیف میشن، هم علاج بسیار خوب است، هم از ناباروری نو نجات میفند. بعض همراز های دیگی بیرون از دستگاه تنفسی، مثلا تبای بسیار شدید است، انتانات ترخ تنفسی است، سینه بغل های بسیار شدید میباشه، یا مرخ و ملاریا میباشن، یا بعض امراض هایی که از ایمونات انتقال میکنن، توکسوپلازما بروسلا، یا بعضی ویروس هایی که مثلا روبلا میباشن یا سایتوکینگلی ویروس، هم اگر در محیط باشن یک شخص که منتن شوه، هی هم میتونه هضمی طریق از طریق دوران خون به اون نایه برسه، اون نایه البته میکروبی بسازه، اسپرم ضعیف میسازه. خیلی هم خیلی میتونه درگیر بسازه مردان در قسمت ناباروری. بله 100% اکثرا همین امراض، خصوصا امراضی که تب داشته باشه، اکثرا سبب این مسئله شده میتونه. بعد میکروبای تب دار سبب این مسئله شده. علت هایی که اشاره کردین، خب بعضیش متناسب با صحبتی که داشتین قابل درمان هست، بعضیش هم قابل پیشگیری هست، اما بعضیش هم ممکن هست رای درمان نداشته باشه. در مورد این موضوع صحبت بکنیم که این مشکلاتی که اشاره کردیم، مثلا این موضوع آخر، مثلا عفونت ها هست، راه درمان داره. راه های درمان ناباروری در مردان چگونه است؟ بله، البته همونطور که گفتیم در یک فیصدی زیاده از اینا تا که معاینات تستای لابراتوری اجرا نشه فهمیده نمیشه. وقتی که تست لابراتوری اجرا میشه، میبینن که همین مقدار هزی به درجه متوسط است یا به درجه بسیار پایان. اگر درجه بسیار پایان باشه همی کانت یا مقدار اسپن، این امکان داره 6 ماه تداوی داشته باشه. اگر به درجه متوسط باشه 2 تا 3 ماه تداوی میشه. در قدم اول علت هزی باید پیدا شه، که یا هی میکروبی است یا کدوم آرزه دیگه سبب بزیشه. مثلا آرزه دیگه چی؟ مثلا عملیات جراحی است. در عملیات جراحی امکان داره همون مجرا بند شده باشه، هیچ اصلا اسپرم در داخل بسیار سالم است، همه بیرون نمیه، باید هزو نگاه علاج شود. اگر با اون مسئله میکروب باشه، خوال باید تداوی انتان یا میکروب شه. به خاطر تقویه اسپرم بسیار دوای بسیار خوب است، ویتامین های بسیار خوب است، همین ویتامین هی یا اومگا 3 که در بازار دستیاب است، دوای بسیار خوب، سیف، ارزان و میتونه بسیار زود مقدار اسپرم بلند ببره. ویتامین ای و ویتامین ا. ویتامین ای. دیگه غیر از اون زنک است و ویتامین سی و بعض منرال های دیگه است که در ترکیب دوای تقویه وجود داره، میتونه روزی یک دانه استفاده کنه،
هم سطحش به حساب جسمی خوب میشه هم به حساب سپن. بله. دیگه بعضی حالت هاییست که خودشون هم باید دمی مثلا متوجه باشن، در صورتی که میخواین تداوی کنن اینو باید مقاربت جنسیشون نسبتا کم باید باشه تا وقتش یعنی بهبود بیفن. اصلا باید هفته دو بار بر از اینو کفایت میکنه، اما متاسفانه که بعضی ها در این مسئله افراد میکنن، امی افراد در این مسئله هم سبب ضعیف شدن وجود و ضعیف شدن نسبت میشه. کس که میخواه که یعنی همسرش باردار شوه باید از هفته دو نهایتا هفته سه بار. اما ما نظر به مسئله کلینیکی خود برداشتی که داریم، حتی تو ماهی بوده که هر شب هر شب دوبار اینو ده این سخ و اسپن بسیار ضعیف میشه. این خود از این یک دوره کار داره که دوباره خود تقویه کنه. چقدر دیر ضرورت داره مثلا که وقتی که یک آقا انزال میشه اسپنش خارج میشه دوباره 3 الی 4 روز ضرورت داره تا که دوباره آماده شه، بارور شوه یا آماده شوه. از این سبب اگر کس میخواه مسئله بیولوژیشون زودتر هم شوه، از این مسئله کمتر افراطی نباشن باید. درست، بسیار خوب. یعنی مسئله مقاربت در کناری که باید ایمن باشه باید طبق یک برنامه ای باشه. بسیار خوب، تشکر میکنم شما دکتر صاحب. خب یقینا راه های درمان زیادی وجود داره، نکات دیگه ای مانده، اگر شما موافق باشین بخش بعدی رو ببینیم. بسیار در بخش سیام بزرگ کنار شما هستیم. تشکر میکنم از همراهی شما، شاهد میان برنامه ای باشید و انشالله در بخش سیام برنامه در کنار شما هستیم. خوش آمدین به ادامه برنامه روی خط زندگی. موضوع برنامه ناباروری در مردان بود و رسیده بودیم به راه های درمان. در خدمت شما هستیم دکتر صاحب. خب البته اومدیم سر مسئله تداوی. بله. همطور که گفتیم که قبل از تداوی میتونن اینا پیشگیری و وقایع داشته باشن. بله. اینا باید به غذای خودم توجه داشته باشن. غذا بسیار مسئله مهم است، البته نه تنها بر مسئله باروری بلکه بر تمام قسمت های وجود، فعالیت فیزیکی روزانه و مثلا پیش بردن تعلیم و تحصیل، این مسائل غذا بسیار ضرور است. خوب بسیار منظم باید اینا داشته باشن، ورزششون به اندازه باشه که زیاد خسته نشن و غذایی که اینا میگیرن در قدم اول زیادتر کافئین یا قهوه است که زیاد رایج است استفاده میشه و به شکل پیک شده تیار هم هست. بعدن در هر تایمی که اینو خواستن یک گلاس تیار میکنن میخورن، در حالی که اگر مثلا اون قبل از غذا دشکم گرست نبیگیرن اینو را به اشتیا میسازه، اگر در تایم شب یا شام بگیرن اینا رو بیخواب میسازه. از این سبب باید یک وقت معینه که اینا کار فیزیکیشان زیاد میباشه در اون وقت بگیرن، یا تایم صبح باشه یا فرض مثال تایم 9 بجه باشه که اینا یکم راحت شن، از یک کم استفاده کنن، یا مثلا چای اضافه تر اینا استفاده میکنن، این چای خودش هم بزن بیشتی ها میسازن، یا هابه که از کم گرست نگرفته شد هم جای غذا را میگیره و غذایی را که میگیرن زیادتر غذایی است که زیادتر مساله میداشته باشن از نظر کمیت و به اصطلاح از نگاه سلیقه بسیار خوب معلوم میشه. مثلا بعض فسفوتاس و بعض غذایی که در خانه تیار میشه که اندازه اشتها بر آمد اما کیفیت غذایی درست نمی داشته باشد. بله. این سبب از غذای بسیار چرب و بیرون شده باید اینا پریز داشته باشند. ما خیلی افراد هم میکنیم دکتر صاحب در مصرف این بله. ترشی و تندی. بله. ترشی خوبصن به شکل کاچار باشه چون ایش جاورد و مرشی که به شکل مساله ساخته شده می باشه
باشه واقعا، اما این مثلا درست نیست که اینا میگیرن. غذایی که برای اینا ضرور است که بگیرن، خصوصا اینا صبحانه بسیار خوب داشته باشن. در صبحانه اگر اینا از زردی تخم، شیر، عسل، خرما و نانی که سبوس نداشته باشه، سبوس داشته باشه، نان سفید نباشه، نان سبوس استفاده کنن بسیار خوب است. و در پلوی هزی مثلا تایمای دیگه که غذا میگیرن کوشش کنن که از مواد نشایسته که مواد که ویتامین داشته باشه، سبزی ها و میوه های تازه استفاده کنن بشان خوب است. چرا که خصوصا داشتن ویتامین سی در غذا بسیار ضروره، سبب عدم جذب میشه و یک قسم چهره و یارم بشاش میشه، جلد هم بسیار خوب میشه، این جلد خواه نمایندگی از این میکنه که نمی شخص سالم است. و این نیست مواد نشایسته و مواد شمی و مواد پروتین های نباتی یا پروتین های حیوانی نگیرن، باید بگیرن. مثلا گوشت را که میگیرن کوشش کنن گوشت کمک نازک، مثلا گوشت گوساله یا گوشت بره باشه یا گوشت مرغ باشه، گوشت مویی باشه، بسیار بر از اینا خوب است. این را به شکل تقسیم اوقات از این چیزا استفاده کنن. برخلاف ما اکثرا از غذایی که دریایی است و بسیار قوی است از او استفاده میکنن، یا غذایی که بسیار غلیظ پخته میشه یا بسیار بریان میشه از او زیادتر استفاده میشن که او خدا برشان از نظر سی خوب نمیباشن. دیگه در نظافت غذا توجه کنن، غذایی که شب میمانه خو یقینا نظر به اقتصاد استفاده میشه و خو یک جای درستن نگهداری شه تا که انتان مکروب در اون نبه، امی مکروب شدن میده و یا هم سبب میشه که وجود بسیار ضعیف بسازه. تکلیف میده شما میفهمین که میده که درست کار نکنه بسیار غذا رو گرفته نمیتونه، دوا گرفته نمیشه، جذب نمیشه، این نمیست که وجود روز به روز ضعیفتر شده میره. این سبب توجه کنن و البته در نگهداریش و در افزسی از او در پخت و پزش و در شستن از این که توجه شده همین غذایی که در محیط ما هست بسیار غذای حالی است نسبت به کشورهای دیگه، نسبت به جاهای دیگه بسیار ما غذای بسیار خوب داریم به شرط که به شکل درست استفاده شد. بسیار خوب. ما در مورد بانوان وقتی صحبت کردیم یک اشاره به پوششان هم داشتیم، مثلا زیر پوشهایی که استفاده میکنم در بین مردان هم این رایج هست، معمولا گفته شده که لباس های خیلی چسب یا چسبیده باعث ناباروری در مردان میشه. موضوع پوشاک هم اشاره داشته باشیم؟ بسیار خوب. این به خاطر از اینکه این موضوع بسیار خوب اشاره کردین، این وقت چسب پوشیده میشه حتما دو نایلون میباشه، نه نخی خانه میباشه. یکی نایلون بود این ساحل جریان خونش بسیار کم میسازه و غیر از اون اونجا یک تعفن پیدا میشه، یک حرارت بلند پیدا میشه. هم تو که پیشتر اشاره کردیم که حرارت بلند در حمام ها و در سایت که دریوری میکنن یا جکوزی سبب اقامت میشه، خویی هم در جرارت اون ساحه را بلند میبره، غیر از اون تعفن زیاد میشه. شما میفهمین که چون همیشه قسمت جازستن اصولی به صورت نرمال هم بعض افرازات خود داره، وقتی که افرازات میه این در خود مکروبای نرمال میداشته باشن، وقتی که این محیط از این تعفن داشته باشه و حرارتش بلند باشه همون مکروب نرمال هم میتونه مکروب مرضی تبدیل شده و سبب میشه که ساحه امکان داره که یک کم تخریش شده یا سوخت پیدا کنه یا بعد شردگی ها پیدا کنه، تندازی این هم رول داره. درست. خب بیم روی درمانش صحبت بکنیم و اولی تشخیصش. هر بیماری نیاز داره که پیش متخصصش رفته شده و او فرآیند تشخیص و درمان سپری بکنه. اگر مردی احساس بکنه که با مشکل ناباروری مواجه هست، پیش چه کسی باید برای تشخیص بره و این روند درمانش چقدر پروسه و چقدر زمان در بر میگیره؟ همینطور که خبرا اشاره کردیم که اگر اینا کروموزومی یا هورمونی باشه، چیزی که فراموش ما شد بعضا
تایروید هم سبب نابروری میشه. ما یا مثلا شکر می داشته باشه یک آقا که اینو مربوط دکترای می میشه که راجع به هورمونا بفهمن، یعنی داخله باشن باید پیش از اون مراجعه شون تا که هورمون جاغور از اینا، هورمون تستوسترون از یک هورمون مردان است، بعضن گونه تولپینا رو تعیین میکنن و بعضن شکریو دیده میشه، نظر به او باستدومی میشه که شاید این مسئله انتانیو یا عفونت نباشه. درست. اگر موضوع کلیوی یا مثانه باشه یا مسئله انتان باشه، بهتر است پیش دکتر یورولوژی مراجعه کنن. بعض امراض دیگه که خارج از جهاز تناسلی می باشه که هی ارتباط میگیره به اون مسئله، باید دکتر صاحب داخله ببینن و تداوی کنن که انشاءالله متخصصین بسیار خوبی داریم، هم تشخیص بسیار خوب میشه هم تداوی بسیار خوب میشن اینا. بسیار خوب. و در نکاتی که اشاره کردین، در علت هایی که اشاره کردین، یعنی میتونیم بگیم که حد اکثر قابل درمان هستی روند؟ تقریبا مقدم اشتاد 90% قابل درمان است، به شرط که با موقع مراجعه کنند. یک مسئله دیگه هم که هست، یک فرهنگ اشتباهی که در بین مردم محاسبت شاید خیلی شایع نباشه، یه سش که وقتی با مشکل بی اولادی مواجه میشن و این خانم هست که یک طرف تداوی میکنه و زیر نظر متخصص نسای ولادی هست، و احساس میکنم که لازم هست، حالا چه مشکل از طرف آقایان باشه چه از طرف خانم ها باشه، هر دو در کنار همدیگر زیر نظر متخصصین باشه. اگه شرایط این موضوع هم داشته باشه. خب این مسئله که گفتین فرمودی، شما یک ضرب المثل داریم یا یک مثال میتن که مرد عیب نداره. مرد که عیب نداره نگاه چهره رو گفتن، یعنی اگه چهرهش بدرنگ باشه یا مقبول باشه خب مرد است. این مثال ببخشید گفتیم، اما این نیست که اونا مریض نمیشن، این نیست که اونا مشکل پیدا نمی کنن. این مثلا در 50% خانمایی که بی اولاد هستن، تقریبا 30-40% که مربوط ناخایان میشه، اینا تداوی نمی کنن. اونا موست که یک طرف تداوی میشه، تداوی هم به نتیجه می میشه. یک وقت میشه که خانم کاملا نظر به تداوی هایی که ما اونا گرفتن و کردن، تخمدانش هم از فعالیت مانده، بیشی بی اولاد میشه. این مسائل زیاد هسته که خب بازم نظر به سالهای قبل یک فیصدی روشنی که انداخته میشه برای خواهیان، اونا حاضر میشن برماینه، اما در به بسیار مشکل دیگه برشان قناعت داده میشه. تشکر میکنم از شما، جمعه خوب و خوشی رو بر شما رزمانده، سلامت بشین. و تشکر میکنم از همراهی گرم شما خوبان، شما مهربانان که تا این لحظه در کنار برنامه روی خط زندگی بودید. فردا هم جمعه هست، برای همه شما جمعه خوب و خوش را آرزومند هستیم در کنار اعضای خانواده تان، و انشالله شنبه رس ساعت 4 با یکی دیگر از برنامه روی خط زندگی انشالله در کنار شما خواهیم بود. اوقات خوش، خدا نگهدار.